بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما يجلسي قرآن بواد ما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. قول بگوی پیغمبر علیه السلام لعبادی الذین به بنده های ما کیمان آوردن و اقام نماز را میکنن و ینفقون خرچ میکنن مما رزقناهم از آن چیزی که ما برشان دادیم، سرن در پوشیده و علانیتن در آشکارا، در نفقات خاصتا نفلی سری میکنن یا علانیت میکنن در نفقات جهری مثل زکات تا که مردم تشویق شوه در جایی که ضرورت باشه. اما شرط اساسی همیست که ریا نباشه. چی نباشه؟ ریا نباشه. اگر در یک منطقه زندگی میکنه کجا مردم هیچ کس ایتو کلش سخت است که گرفته، به خاطر که دیگران را تشویق بکنه باز نفقه میکنه که باش ببینن خیر. اگر نه که وای صاحب که بگه که حاجی صاحب چقدر خوب آدم است که قپیسی خود مصرف کرد، بازی چیستا؟ ریاست. و ریا شرک خفیس، عملش باطل می سازن. من قبل پیش از این ایعتیه که بیایه برازی روز قیامت، یومون روزی لا بیعون، که در اونجا دیگه بدل نیست، خرید و فروش نیست، در اونجا دیگه تو باز اعمال صالحه را خریده نمیتونی، مثل که در دنیا با نفقاتت تو میخریدی یا مثل که تو در اینجا عمل میکردی در اونجا مراتب جنت را چی میکردی؟ کسب میکردی. فیه دم روز ولا خلال و نه هم دوستی و موده. خلال موده دوستی. الله الذي خلق السماوات. امیر هم میگفتی دیگر قول بگوی پیغمبر علیه السلام فایده بگیرین، هر چی که میخواین از این تمتع دنیا استفاده بکنین، ولی بفهمین که جایتان چیست؟ دوزخ است. اگر در مقابل ما هر کس را تشویق میکنین که کافر شوه، دعوت به کفر، دعوت به نفاق، دعوت به معصیت میکنین، بکنین دستان خلاص. فإن مصيركم إلى النار. ولی وقتی که مردی جایتان کجاست؟ دوزخ. الله الذي لا ذات است که پیدا کرد آسمان ها و زمین را، و انزل من السماء ماء نازل کرد از آسمان آب را، فاخرج به پس بیرون کرد به سبب می آب من الثمر از زمین، من الثمرات قسم و قسم میوه ها، رزقا لكم تا که همه روزی شما به شما، و سخر لكم الفلك مسخر کرد به شما فلک را، فلک کشتی، لتجریا تا که می روه فی البحر ده بحر به امر الله، و سخر لكم الانهار مسخر کرد به شما روز را که کار بکنین، تجارت بکنین، درس بخوانین، عمل بکنین، و سخر لكم الشمس والقمر و مسخر کرد به شما آفتاب را و مهتاب را دائبین. دو چیز، دو تا، یکیش به شما روز میاره دیگه چیز شب میاره، و سخر لكم الليل والنهار، یکیش به شما روشنی میده در شب، دیگهش روشنی میده در روز، و سخر لكم الليل والنهار و مسخر کرد به شما چیز شب و روز را، لكم الليل والنهار، در شب خواب میکنی آرام میشی، در روز کار میکنی راحت میشی، و اعطاکم و داد به شما، ای اعطاکم من کل ما سألتموه، از آن چیزی که از الله خواستی بر داد، از آن چیزی که خواستی بر داد. اگر تو بگویی که یگان چیز ما از الله خواستیم برام نداده، روز پیش برات گفتم که الله میفهمه که البته ندادن از بر تو چیست خیر است. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر شما شمار بکنین امی که تو را پیدا کرد بزرگترین نعمت است که الله برات داد. چشم خوب برات داد، پای خوب برات داد، دست خوب برات داد، عقل برات داد، الحمدلله از همه بیشتر توفیق برات داد که در مسجد آمدی. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر شما بشمارین نعمت های الله را هرگز حساب کرده نمیتونین. ان الانسان یقینا انسان هست خامخا لظلوم، ظالم، کفار از چیز کفران نعمت. هر قدر چون اینجا کافر نمیگیریم، خب کفار است،
کفران نعمت میکنه، نمیفهمه که الله چقدر نعمت های بشمار برش دادن، با هم کفران از رو میکنه. و اید قال ابراهیم، و یاد کنین وقت را که گفت ابراهیم علیه السلام رب اجعل، ای الله بگردان هذا البلد این مکره آمنن جای امن، و جنوبنی و منعنی من بکو مرا و بنیه و بن اولادی مرا ان نعبد الاسلام از شرک، که ما بود پرستی بکنیم، در ما و در اولادی ما چرا نبیار مشتک نیار. رب پروردگار ما انهن ایشان اضللن کثیرا من الناس، گمراه میکنن تعداد زیاد از مردم ها را، من الناس از مردم یعنی از مسلمان ها، الناس مسلمان ها، فمن تبعنی پس کسی که پیروی کرد از ما، فانه منی امو از ماست، و من عصانی و کسی که نافرمانی کرد از ما، یعنی توحید را قبول نکرد، عقیده درست قبول نکرد، باز هم رفت پشت بت پرستی و پشت دنیا پرستی، فانک غفور و رحیم یقینا توستی بخشاینده و مهربان، اگر خواستی عذابشان میکنی، اگر خواستی رحمتشان میکنی. ربنا ای پروردگار ما این یقینا ما اسکنت من ذریتی، اسکنتو ما سکونت کردیم از ذریه ما، بوادین امرای ذریه ما، یعنی در کجا؟ در مکه. بوادین با یک شهر مکه، مرادش مکه است، بوادین با مکه، غیر دی زرعین که هیچ وجه زراعت نمیشن، عند بیتک المحرم در پیش بیت الله، خانه تو حرم شریف. ربنا ای پروردگار ما از این خاطر، لیقیم الصلاة تا که مردم برپا کنن نماز را در اینجا، و جعل و بگردان افئدتا من الناس دلهای مردم را، تهوی تسیرو که میاین الیهم بمی بسرعت، صحیح است، تهوی آمدن به تیزی. پس هر کس دل مسلمان میخواد که به طرف کجا بره؟ کعبه بره. باور بکن گرچه نه شرعن درست نیست که کسی اگه حج کرد دیگه حج بکنه، دیگه حج بکنه، دیگه حج بکنه، اما یک بار که در اونجا رفت مرتبه دیگه، باور بکن حاجی را ملامت کرده نمیتونه، حاجی که به خاطر خدا میره، وقتی که قلبش در اونجا رفت دیگه هر سال که بیای خامخواه دلش میخواد کجا بره؟ به حج بره. با وجودی که بهتر است که پیسه از او را به فقرا بده، یک حج کرد پیسه از او را به مساکین بده، اما تهوی الیهم دعای ابراهیم علیه السلام است که قلب از خامخواه میلان به چی داره؟ به او طرف داره، و هر قدر پولی که مصرف بکنه از پول خود نمیگذره، از پول خود سرش پشیمان نیست. و رزقهم و روزی بتی برشان من الثمرات از قسمه قسم میوه ها، لعلهم یشکرون تا کهشان شکر نعمت تو را ادا بکنن. ربنا ای پروردگار ما انک تعلم و یقینا تو میدانی ما نخفی و ما نعلن، آن چیز را که ما در دل خود پت کردیم نگفتیم برد، و ما نعلن آن چیز را که ظاهر برد میکنم که دعا کردیم. و ما یخفا علی الله من شاین، پت نمیمانه برای الله هیچ چیزی، از هیچ چیزی، من شاین نکره، از هیچ چیزی، چی خورد چی کلان، ولو به مثقال ذره خورتر، فی الارض در زمین، ولو فی سما نه در آسمان، الحمدلله همه حمد و ثنا و صفت از آن الله است، الذی وهبلی آن اللهی که بخشیده بر ما علی الکبر، در بزرگسالی اسماعیل و اسحاق، هم اسماعیل را و هم اسحاق را، علی الکبر اسماعیل و اسحاق روایت شده هر وقت که اسماعیل علیه السلام را الله برش داد میگن که 117 ساله بود، چند ساله؟ 117 ساله بود، یا از این کده کمتر، که او روز ما گفتیم که 100 بالا بود، در این اختلاف است که چقدر بود، ولی بعضی میگن که 117 بود، مثل که سعید ابن جبیر میگن. و اسماعیل علیه السلام را که برش داد به چیز، اسماعیل از اسحاق کرده بزرگتر بود، اسماعیل چی بود؟ کلانتر بود. سعید ابن جبیر میگه که علی الکبر اسماعیل و اسحاق، گویا اسماعیل که الله متعال برش داد ابراهیم علیه السلام 117 بود، و از اسحاق کرده بزرگتر بود. چی معنی؟ یعنی بعد از این باز اسحاق برش داده، که باز گفته میتونیم تقریبا حتی در روایت که آمده بوده که 120 ساله بود، چقدر؟ 120 ساله بود که اسحاق برش داد. این ربی و اسحاق این ربی لسمیع الدعا، یقینا از پروردگار ما خامخا بسیار میشنوه دعا را. رب اجعلنی پروردگار ما بگردان مرا مقیم الصلاة قائم کننده نماز، و من ذریتی و دیگر از امت ما هم بگردان از پیروای ما، و من ذریتی از اولاده ما. ربنا ای پروردگار ما و تقبل دعا، دعای ما را قبول بکو. ربنا اغفر لی ای الله ببخش مرا، ولی والدی دیگر به پدر و مادر ما، مراد از پدر و مادرش مشتک نیست خواه، یا این وقتی بود که ابراهیم علیه السلام از دعا خواستن در مورد پدرش منع نشده بود، صحیح است؟ هر وقتی که منع شد باز دیگه به پدرش چی نخواست؟
نخواست. ولی المؤمنین، ولی دعای ما تو همیشه می باشه که با پدر و مادر ما الله مغفرت بکو و با مؤمنا یوم یقوم الحساب، در روز حساب قیامت. ولا تحسبن الله، گمان نکنه مردم که الله غافل است. ولا تحسبن، گمان نکنین شما سر الله غافلن که الله غافل است. اما یعمل الظالمون، ای که ظالما چی میکنن در دنیا، چی تیر میشه سر مسلمان ها، چی میگذره، ای تو در فکرت نگرده که الله خیلی غافل است. الله وقت میده، عذاب الهی تقسیم اوقات داره، صحیح است؟ به مو وقت و زمانی که مشخص شده به مو وقت میه. ای تو در فکرت نگرده که خیلی الله ظالما چیزایی که میکنن از او الله چیسته؟ بیخبر است. نه، انما یؤخرهم، یقینا الله یارا وقت میتا، لیوم، تا دو روزی که تشخص فیه الابصار، شخص از بسیار هیبت چشم یک کسی که بترسه چیستا لق برق میبراید، دو روزی که بیرون پرده شود چشم ها، تشخص عند النظر الخوف من الخوف، که بیرون شود لق لق براید از بسیار ترس دیدن، الابصار و چشم ها، مهتعین مقنعی، سرعت میکنن مسرعی، مهتعین به معنی مسرعین، مقنعی رؤوسهم، پایین میکنن سرهای خود را، لا یرتد الیهم طرفهم، لا یطرفون بعیونهم، ایچ و طرف و طرف دیگه نمیمونه، چشمش فقط لق مانده، و افعیدتهم هوا، و قلبهایشان هم مثل خالیس از عقل، که هیچ کار نمیکنه. یک کسی که خاصتا در حالت خوف آمد، باز از چیز پرسان بکنی، میگه اینمی وقت است که هیچ ذهن ما چی نمیکنه؟ کار نمیتن، و چشمش هم امیت مانده. الله چه قسم مثال میده که موتو در دنیا مورا میبینه، صحیح است؟ پس دایی که خوف دنیا است، خوفی که از عذاب آخرت باشه، چه قسم خوف خواهد بود که او طرف میفهمه که اینه دیگه خلاص، بشیرش هم دوزخ است و هیچ نجات هم از او جا نداره. الله اکبر، الله نجات بده. مهتعین، تیزی میکنن، مسرعت میکنن، مقنعی رؤوسهم، رافعی رؤوسهم، بلند کنه سرهایشان را، لا یرتد الیهم طرفهم، لا یطرفون بعیونهم، که هیچ پلکم نمیزنن با چشمهایشان، و افعیدتهم هوا، و قلبهایشان هم خالیس از عقل، و انذر الناس، پیغمبر بترسان مردم را، یوم یأتیهم العذاب، در روز که میه برشان عذاب، فیقول الذین ظلموا، پس میگه کسانانی که ظلم کردن، ای پروردگار ما اخیرنا، ما را وقت بده، الى اجل قریب، تا یک وقتی کمک دیگه هم خبر ما وقت بده، الى اجل قریب، نجیب دعوتک، که ما اجابت کنیم دعوت تو را، و نتبع الرسل، پیروی بکنیم از پیغمبر. ای یک دفعه دیگه ما را دمی دنیا ببر، یک دفعه بگویم که لا اله الا الله، یک دفعه یک نماز بخوانم، اما لا اله الا الله یک دفعه بگویم که دیگه باز ابدالابد در کجا نمانم؟ در دوزخ نمانم. نه، برشان گفته میشه اولم تکونو، آیا نبودین شما، اقسمتم، که پیش ازی هم قسم خورده بودین، من قبل و پیش ازی، مالکم من زوال، مقسم علیه، که به شما هیچ چیز نابودی نیست، شما قسم خورده بودین که نه دیگه هست و نیست، دنیا هست، از بین نمیرین و اگر بمیرین هم دوباره بازنده نمیشین، و سکنتم، و شما سکونت کردین، فی مساکن الذین ظلموا، در جاهای کسایی که ظلم کردن. الله اکبر، ظلموا انفسهم، یعنی شما سکونت کردین امرای کسایی که ظلم کردن بالای خود، و شما از جمله ازوا شدین، و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، و تبین لکم، آشکارم برشان شد، برتان شد، کیف فعلنا بهم. مراد از سکونت کیست؟ اینجا هدف کفار قریش هم است. خب همین قسم پیش از این هر قومی که هلاک شده، مثلا بر عادی ها میگه که شما سکونت کردین در جایی که قوم نوح مانده بود، از اونا شما ماندین. به ثمودی ها میگه که شما از اتباعی کی ماندین؟ عادی ها ماندین، صحیح؟ به اصحاب ایکه و قوم لوط میگه که شما از اصحاب اونا ماندین، و به قریش میگه که شما خو میبینین اون آدم سکونت از وا هر روز طرف شام و طرف چی میرن، طرف سوریه فینی میرن، میبینین ببینین که اون اصحاب ایکه خو در یمن بود، ببینین که سرشان چی شد. و سکنتم، و شما سکونت کردین، فی مساکن الذین ظلموا، در سکونت کسانی که ظلم کردن، بعد الموت، پس از مرگشان، حلفتم، قسمم خورده بودین، انفسهم، بالای جانهایتان، و تبین لکم، و شما در اونجا سکونت کرده بودین، و تبین لکم، و آشکار شد به شما، کیف فعلنا بهم، چه قسم ما انجام دادیم با ایشان، و ضربنا لکم الامثال، و ما شما به شما مثالا را بیان کرده بودیم، و قد مکروا مکرهم، ایشان مکر کردن، دروغ گفتن به الله، و عند الله مکرهم، نزد الله جزای مکرشان،
صحیح و این کان مکروهم اگر چه باشه می مکر از یا لتزول منه الجبال این کار کرده نمیتونن اگر همه قدر مکرم داشته باشن که کوره هم امرای خود ببره ولی الله پاداش جزای بد مکرشون میتا فلا تحسبن الله شما گمان نکنین که الله که از مخلف وعده رسوله خلاف کرده خلاف میکنه با پیغمبرش امو وعدهش ده نه الله هیچ وقت با پیغمبرش نمیکنه خلاف نمیکنه این الله عزیز ذو انتقام اراین الله متعال عزیز است و صاحب انتقام است یوم دو روزی تبدل الارض الله اکبر عامل دیجه در ظرف است غیر الارض غیر از زمین حضرت عبدالله بن مسعود میگه که زمین بدل میشه به دیگه زمین مثل که نقره بدل میشه به دیگه چیز لم یسکن فیها دم ولم یعمل فیها خطیئه دیگه او زمین دیگه زمین میشه که دیگه دو خون نمیریزه بنا حق و دیگه دو گناه نمیشه یوم تبدل الارض این زمین نیست روز قیامت دیگه زمین است آسمان نیست دیگه آسمان است وقتی که حساب کتاب الله امرای بنده هایش میشه در این زمینی که روز هزارا مردم بنا حق کشته میشه این زمین نیست در این زمینی که روز میلیون ها نفر به فحشاگری میروه به گناه میروه این زمین نیست یوم تبدل الارض قدرت کاملی الله را سکو به خاطر فیصله خود به یک روز محشر دیگه زمین پیدا میکنه دیگه آسمان پیدا میکنه میگه انسان در این زمینی که تو گناه کردی در این زمین ما فیصله نمیکنم فیصله ما به یک زمین دیگه است که پاک است ما او را پاک پیدا کردیم در وجود طرف میارم و در وجود حساب کتاب بته اما کدام حساب کتاب؟ حساب کتابی که در این دنیا تو در سر عزیز زمین کردی یوم تبدل الارض دو روزی که بدل کرده شد زمین غیر الارض غیر از این زمینی که امروز است و السماوات و بدل کرده شد آسمان ها و برزو و ظاهر و ظاهر شد به الله اتحار هر چیز براید از قبر خود هر کس می براید و هر کس اعمال خود خودش جواب می تند لله الواحد القهار در اینجا نمیگه که لله الواحد الغفار خواه قهار میگه در اونجا زیاد چیزهایی که در روز آخرت رب میگیره الله متعال در اونجا صفت قهاریت خود ذکر میکنه مثل که در پاره 24 برمو میه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار پادشاهی امروز از آن کی است هیچ کس نیست جواب بده میگه از آن الله واحد القهار است با چی خاطر به خاطر که ما تو را متوجه بسازه که زیاد به غفوریت الله چی نخو خدا الله رحیم است، الله غفور است، الله قبول کننده توبه است اما ایتونی که 24 ساعت در گناه باشه و باز بگوی که الله غفور و رحیم است از قهاریت الله بترس در روز که الله صفت قهاریت خود برات پیش میکنه به عدالت خود به تو فیصله میکنه اگر به عدالت خود فیصله بکنه والله که اگر یکی ما برای و برزون الله الواحد القهار همه بیرون میشن خاص به الله که واحد قهار است و تر المجرمین و میبینی شما در این روز مجرما را یوم ایدین در این روز مقررین که بند کرده شده شدن فی الاسفاد در اغلال اسفاد جمع سفت ریسمان زنجیر گفتم نه که دوزخی ها در این روز بازه تو به ناز و نعمت طرف دوزخ برده نمیشه زنجیر پیچ مثل که بندی را میبری با این شکل بسته شده او هم امرای امو کسی که را گمراه کرده و ای او را گمراه کرده کلش همه طور مثل برجی کچالو واره یک جای گدام کرده شده برده میشه سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار الله اکبر مرادش کالایشان است کالایشان که در تنشان چسبیده او هم از آتش می باشد اگر کالا از آتش بود اگر کالا از آتش بود خوراکش هم صدید بود غسلین بود حمیم بود مهدش هم و بئس المهاد مهدش هم چی بود؟ آتش بود فرشش هم آتش بود بالای سرش هم آتش بود از چهار طرف آتش کدام نعمت به خود رسید و چه قسمی باز در وجه چه خود کرده تانست و تر المجرمین به خدا آیتهای بسیار تکان دهنده است نه خب کاش که ما از همون 12 گرام خود نیم گرامش هم در چی پرتیم در کار پرتیم و تر المجرمین و میبینی پیغمبر علیه السلام و مخاطب در این روز گناهکارا را یوم ایدن در این روز مقررنین که زنجیر پیش کرده شدن فی الاسفاد ده به مزنجیرا سرابیلهم از کالایشان من قطران از آتش و تغشا وجوههم النار متعلق به محذوف است
جعل در اینجا گردانی دشت جعل الله فیه ذالک و هو الذی نهی به الابل. این مرادش امو چیز است که حتی مثل یک آهن که در زیر پای شتر نمیزنن، نه میزنن به خاطر که از آتش از گرمی چیز چی شوه او را ما از آتش می باشن گرم می باشن بسار، و قرآن کریم او را مثال می ده برای ما تو به قسم کنایه استعاره، و مرادش امیست که تمام کالایشان از آتش می باشن. دی استعاره استعمال شدید شده، ولی ذالک جعل الله قسم اهل النار منه، قسمت اهل دوزخ از گردانیده. من قطران و تغشا، الله اکبر، و تغشا و می پیوشان وجوههم، روحایشان را آتش. کالا خواهد آتش شد. آل یک کس سیک خو اگر بسیار گرمیش کنه روی خود امرای او یخ می شوید. آنه؟ میگه گرمید کده آل از بینید خون آمده، آل از زودی کده درود یک جبل او یخ بزن. عرق کردی یا بسیار مانده شدی یا گرمی بوده روی تا تفتباد زده، آل درود یک جبل او یخ بزن. بسیار بسیار که چی باشه باز خوب امو آب که از یخچال باشه یا خوب یخ باشه باز امو را میگیره در روش میندازن. صحیح است؟ به خاطر که راحت شوه. و احساس گرمی را زیاد یا سردی را انسان از کجا میکنه؟ از روی میکنه. به خاطر که زیاد حواس در کجاست؟ در روی است. قوه باصره در چشم است، قوه شامید در چشم در روی است، قوه چیزش ذائقه در روی است، سامعید در روی است. تمام نکات بارز در روی است. و نازکترین پست وجود تام در روی است که سنبک بینی است. اولین جایی که از انسان خاک میشه سنبک بینیش است که خاک میشه. پس دمی جهنم میگه نه یا مزه و یخ نیست. اگر کالاش از آتش است، زیر پاش از آتش است، بالاش از آتش است، رویش هم متغشا وجوههم النار، رویش هم آتش میپوشانه. لیجزی الله، الله اکبر، تا که الله پاداش بده کل نفس بما کسبت، هر نفس را به آن چیزی که کسب کرده. نه این را به خاطر حالا برای موتو میگه که فکرت باشه این عذاب های دردناک یکی را پشت دیگه که ذکر کرد این به این خاطر نیست که لازم کرده باشه، الله ظلم نکرده. لیجزی الله کل نفس بما کسبت، الله پاداش میده هر نفس را به آن چیزی که کسب کرده. ان الله سریع الحساب، هر آینه الله است سخت حساب کننده. هذا بلاغ للناس، عظمت قرآن کریم آخرین آیت دی سوره. هذا اینمی قرآن که است و همی چیزهای حکم که آمد، بلاغ للناس این ابلاغ است به مردم، رسان برد. احوال قیامت به موتو بیان کرد، احوال جنت بیان کرد، احوال دوزخ بیان کرد، آل را را برای موتو میتا که قرآن خو برد گفت تو کدام انتخاب میکنی انسان؟ آیا ای را انتخاب میکنی یا ای را انتخاب میکنی؟ هذا بلاغ للناس، قرآن بر تو بلاغ است، ابلاغ است، رسان. ولینذروا به، و یک تو برسانی به می قرآن مردم را بترسانی. ولینذروا به، بترسانی به می عذابی که برات ذکر شد. ولیعلموا، تا که مردم بدانند، انما هو جزء نیست که نمی یک الله، اله واحد، اله یگانه است. ولیذکر اولو الالباب، و تا که پند بگیره صاحبای چی؟ صاحبای عقل. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک با شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک با شما. ای حافظان دین ما، ای وارثان انبیا، حفظی کلامی با صفا، بادا مبارک بر شما. تفسیر قرآنی خدا، درسی حدیثی مصطفی، گویند به تو ای پارسا، بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظی خوشخان توی، خوشخان و خوش الهان توی، خواننده ی قرآن توی، بادا مبارک بر شما. قرآن کلامی آن خداست، و ای از لسانی مصطفی است، در سینه ای تو جا بجاست، بادا مبارک بر شما. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جا